تصنیف در بهار امید از امیر جاهد. امیر جاهد متولد 1275 خورشیدی در تهران هست و از شاعران و تصنیف سازه بسیار مهم در ایران به شمار میره. تصنیفهاش با موضوعات میهنی، اجتماعی، عشقی، سیاسی و فلسفی هست و هم شعر از خودشه و هم ملودی ها. مجموعه این تصنیف ها با عنوان دیوان امیر جاهد در دو جلد به چاپ رسیده که جلد اول در سال 1333 همراه با نوت ها هست و مقدماتی در مورد خود امیر جاهد و زندگیش و برخی از هنرمندان که باشون همکاری داشته. جلد دوم در سال 1349 تب میشه. این مجموعه تصانیف هلوهوش 100 تصنیف و سرود هستند. او تحصیلات ابتدایی خودش رو در مکتبخانه شمس در گذر شیخ صفی‌الدین به اتمام رسوند. بعد به مدرسه علمیه در خیابان شنی تهران رفت و نهایتاً در دارالفنون تحصیلات خودش رو تکمیل کرد و تا ابتدای جنگ جهانی اول در روزنامه‌های رسمی ایران و برخی جرایت به فعالیت روزنامه‌نگاری پرداخت. در سال 1305 سالنامه پارس رو منتشر کرد که 28 سال تداوم یافت. در سفری که به غرب ایران داشت توسط قزاقان روس دستگیر شد و بعد از مدت آزاد شد. در سال 1299 به استخدام مجلس شورای ملی در اومد و به عنوان دبیر انجمن اشاعه و اطلاع موسیقی مدتی کار کرد و همچنین به عنوان رئیس دوره شبانه هنرستان موسیقی فعالیت کرد. در سال 1308 مجموعه صفحاتی از آثارش با نوازندگی و هنرمندی ارسلان درگاهی و متزخان نیداوود و آواز بسیار زیبای قمر ملوک وزیری در صفحات 782 ضبط شد. از جمله این تصنیف های ضبط شده کشور دل در دشتی، جان من در شور، امان از این دل که داد، در سگاه، به گردش فروردین که به یاد فرویش خان این رو ساخته بود، در ماهور، در بهار امید، در افشاری، هزار دستان به چمن، در چهارگاه، امانز هجر رخ یار، در ابوعطا، بهار است و هنگام گشت، در بیات ترک و نرگس مست در شور. او در سال 1356 در تهران در سن 81 سالگی درگذشت. این تصنیف در آواز افشاری قرار گرفته. افشاری دو رو انتخاب کردیم برای نواختن. کوکمون رو دو، سیم سوم فا، سیم بعد از اون سول و دوتای بالا دو. افشاری دو در شور سول واقع شده، شاهدش دو هست، نوت ایستش موقت لاکورون و ایست کامل فا، گاهی هم میتونه برگرده در همون شور سول ایست کنه. پرده ها هم که لاکورون، سی بمول، رکورون، گاهی ربکار و می بمون. سی دو ری سی دو، الان فعلا رکورونیم. ر دو تک به چهار که ر می زنیم، با انگوش سوم ر رو می کنیم، با انگوش دوم دو رو می کنیم، با انگوش سوم دو ری دو رو می کنیم. سی دو ری سی دو، ر دو ر دو ریم ر دو سی سی دو. اینجا سی رو می کنیم با سی کورون تیریل بدیم، بعدا سیم پایینی رو بیشتر بگیریم موقعی که سی کورون رو میخوایم بزنیم. سی دو سی سی دو دو سی لا سی دو ری ری دو ریم ری دو دو سی سی دو سی سی دو دو سی لا. جمله بعدی که جامدران افشاری هست از می شروع میشه، میگیم میره میره می میره دو دو سی سی دو که با سینمال همین تکنیک رو میتونیم اجرا کنیم.
یعنی پنجه کاری میکنیم این طرف، این طرف هم که ریز میزنه. دوباره جمله قبلی تکرار میشه. ری دو ریم ری دو دو سی سی دو سی سی دو دو سی دو سی دو ری ری دو ریم ری دو دو سی سی دو سی سی دو دو سی دو فا 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 می دو فا 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 می دو اینجا گوشه قرایی هست. سول فا سول سول فا می. بعد اینجا دوباره بس تکریم به چهار داریم. ری دو 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 سی سی دو ریم ری دو سول. و بعد قبلی ها دوباره تکرار میشه. امیر جاهد در دیوانش این قطعه رو با سرعت 80 برای هر سیاه در نظر گرفته که هر چنگ ما سرعتی برابر با 160 خواهد داشت و سیاه نقطه دارمون که هر ضرب باشه تقریبا ما حلوش 50 تا 55 میتونیم بزنیم. با سرعت 55 اجراش میکنیم. در بهار امید باید آنچه رومی سبب خونی بگذرد